هسته های پلید در درون واژگان زیبا. بخش نخست. آدم بیشتر از دیدگاهی که در اجتماع جایگاه اوست ستمکاری را زشت می‌بیند، چون در آن نگرش ستم بر او وارد می‌شود. آرزو دارد که جایگاه برتری داشته باشد تا او ستمکش نباشد. او از ستمکاری می‌نالد، چون بر او و دیگران که در آن جایگاه هستند ستم وارد می‌شود. بیشتر تلاش آدم در این است که جایگاه خود را در اجتماع برتر و بلندتر سازد، یعنی جایگاهی را در اجتماع دارا شود که کمتر شماری بلند پایه‌تر از او باشد. ولی او از ستمکاری بر زیر دستان پرهیزی ندارد. او تا جایی ستمگری را نکوهش می کند که در جایگاه ستمکشان جای دارد. به هرگاه که در جای ستمگر بنشیند، کردار خود را با کاری که به او واگذار شده است همسو و همسنگ می سازد. هر کسی که در ایران زندگی می کند مردم ستیز و ستمگر نیست، ولی هر کس که در گرداندن حکومت اسلامی در کار است ستمکاری می کند، چون پیشه او نگهداری و پرتوان ساختن این حکومت است. آرمان والیان اسلامی پایدار ساختن حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیه در ایران است. کسانی که به کار این حکومت گماشته می شوند که چرخهای حکومتی را به گردش بیاورند، آنها باید برای این کار راه اندیشه کردن را بر مردم ببندند تا مردم خود را گمگشته بدانند و به دنبال والیان اسلام گام بردارند. زنده داشتن ولایت فقیه تنها در مرگ خردمندان و اندیشمندان شدنی است. ستمگران سنجه‌ای ندارد که چه کسی و چگونه در دستگاه ولایت فقیه خدمتگزار باشد. آرمان آنها نادان پروری و فریب دادن مردم است. از این روی حاکم گاهی عمامه به سر، گاهی کراوات پوش، گاهی خرسی خشمگین و گاهی میمونی خندان را برای نمایش می گمارند. آخوند، استاد دانشگاه یا هر مرد و زنی که در دستگاه تبهکاری حکومت اسلامی کارایی دارد، کم و بیش کارش با تبهکاران همسو است. جز تبهکاری گریزی ندارد. ولی باید اشاره کرد کارمندان یا کسانی که در برآوردن نیازهای جامعه می‌پردازند و کار آنها به عقیده اسلامی پیوندی ندارد، کردار آنها از تبهکاری حکومت جداست. اگر بازده کار آنها برای حکومت هم سود بخش باشد، چون ارزش دانش و نیروی کار آنها را میتوان در میزان جهانی جدا از هر عقیده‌ای ارزیابی کرد. اینک در حکومت اسلامی با نمایش‌های انتخاباتی برای مردم جهان بازیگری می‌کنند که این رئیس جمهور خندان است، پس از شاد بودن مردم رنج نمی‌برند. این وکیل آزادی بیان ندارد،
پس آزادی خواه است. این آخوندها از حقوق بشر در اسلام سخن گفتند، پس بشر دوست هستند. اینها همه سیاهکاری هایی هستند که برای پایداری حکومت اسلامی بازی می شود، وگرنه هر کس که در حکومت اسلامی وارد شود باید سرسپرده ولایت فقیه باشد. کسی می تواند وارد دستگاه حکومت اسلامی شود که به ولایت فقیه ایمان داشته باشد و برای نگهداری آن جانفشانی کند و با هر گونه دروغی که می تواند مردم را بفریبد. مردم واژه‌هایی را ستایش می کنند که ارزش‌های درون آنها را خواهان است. حکومت اسلامی آن واژه‌ها را می دزدد و درون آنها را با دروغ‌های گندیده خود پر می کند و سپس آنها را به سوداگران می دهد که در بازار فریب سخن فروشی دارند. کاربرد واژه‌های مردم پسند دام‌های دروغ پردازان حکومت است. البته این روش مردم فریبی در سراسر گیتی به کار می رود، چون همه جا سیاستمداران حکومت می کنند و همه سیاستمداران به میزان ناآگاهی مردم درنگ و سخنبازند. هرچه مردم نادانتر باشند، سیاستمداران در آن سرزمین دروغ‌وندتر و پرزورتر هستند و هر کدام که بهتر مردم را فریب بدهند بر آن مردم حکومت می‌کنند. چون نادان نگه داشتن مردم در زمانی دراز دشوار است، این است که سیاستمداران کوشش می‌کنند که دیدگاه مردم به سوی شاخ و برگ کاستی‌های جامعه سرگرم باشد تا مردم اندیشه‌ای به ژرفی در مورد ریشه و زمینه کاستی‌ها نکنند. آن حزب یا سیاستمداری که خود حاکم نیست، اپوزیسیون، کمتر دستگاه حکومتی و شیوه نادان پروری کشور را نکوهش می‌کند یا کاستی و نادرستی‌های آنها را نمایان می‌سازد، وان که بیشتر حزب و کسان حاکم را به باد سرزنش می‌گیرد، چون در آینده خودش هم می‌خواهد در همان دستگاه به حکومت برسد و با همان شیوه مردم را بپروراند. سیاست مداران کشورهایی که دموکراسی دارند همیشه کسان خود را برای نمایندگی به مردم پیشنهاد می‌کنند و پیمان می‌گذارند که تنها این کسان هستند که بیشترین کاستی‌های جامعه را می‌شناسند. آنها نمایندگانی هستند که می‌توانند گره کور جامعه را بگشایند. بیشتر این سیاستمداران از دیدگاه خود کاستی‌های جامعه را بر مردم می‌شمارند و همه دشواری‌های زندگی را به این کاستی‌ها پیوند می‌دهند. این نمایش‌ها را آن گونه ماهرانه اجرا می‌کنند که بیشترین مردم برآوردن نیازهای خود را در پیاده شدن پیشنهاد یا برگزیدن این کسان می‌پندارند. این گزینه بازی پیوسته برای گزینش نمایندگان شهرها، استانها و کشورهای اروپا انجام می شود و مردم هم بدون آنکه از خود اندیشه نوینی داشته باشند، هم بازیگران و هم تماشاچیان این نمایش هستند. در یک دستگاه سازمان یافته حکومتی، گرداندن و سوی چرخش هر چرخ حکومت آگاهانه سامان داده شده است.
انگیزه استوار بودن و روند آن سازمان است، نه کسانی که آن دستگاه را به گردش می آورند. از این رو سیاستمدار دیدگاه مردم را به سوی گردانندگان باز می دارد، نه به سوی دستگاه حکومتی. مردم آزاد هستند که کسانی را برگزینند یا جایگزین کنند که در مردم رانی ورزیده باشد. چون مردم می‌بینند که گردانندگان دستگاه حکومت نمایندگان خودشان هستند و همیشه امیدوار می‌مانند که روزی این چرخ‌ها بر مراد آنها بچرخند. در حکومت اسلامی آخوندهای زیرک پیوسته آن احکامی را که از پسماندگی دیگر در خور تعبیر و تفسیر نیستند، دیگر نمیتوانند آنها را به کار ببرند، آن احکام را با پوشش دروغ پنهان میکنند و آنها را در پوسته واژه‌هایی که روشن فکران میپسندند برای مردم نمایان میسازند. آنها آن گونه برای استوار ساختن اسلام سخن میپرانند که گویی محمد اسلام را به درستی نفهمیده است و این ناجیان اسلام هستند که پس از 1400 سال توانستند اسلام راستین را شناسایی کنند. به راستی آخوندها دزدان چیره دست واژه‌های گرانمایه و پر ارزش هستند. آنها به ارزش و هسته واژه‌ها کاری ندارند، وان که پوسته واژه‌ها را می‌دزدند و درون آنها را با پلیدی‌ها و زشتی‌های اسلام پر می‌کنند و به روشنفکران می‌فروشند که آنها هسته واژه‌ها را نمی‌شناسند. از این را هم پلیدی‌های ایمان خود را پوشاندند و هم ارزش‌های فرهنگی را به دست خود ایرانیان نابود کردند. این والیان اسلام به سان کرم‌هایی هستند که در درون دانه‌های پرارزش تخم می‌گذارند. آنها با این کردار هم هسته را از رویندگی می‌اندازند و هم کرم‌های پلیدی را برای آیندگان تولید می‌کنند. واژه‌هایی مانند دموکراسی، مردم سالاری، مهرورزی، آزادی، دادگری، خردورزی، آفرینندگی، بشردوستی، راستی، پیمان، کشور، مردم، فرهنگ، همپرسی، همه پرسی در حکومت اسلامی به دروغ و برای فریب روشنفکران به کار می روند. زیرا در کاربرد این واژگان همان احکام پسمانده و مردم ستیز شریعت اسلام جایگزین شدند. برای نمونه، آیا در حاکمیت الله حکومت دست یک فقیه است یا در دست مردم که بتوان از آن مردم سالاری سخن گفت؟ نیازی نیست که حقوق آدم را عقیده یا حکومتی برای او بنویسد. پدیده‌ای که مردم را برای همزیستی، همیاری، هماندیشی، هماهنگ و همگام و همسو می کند، سامانی است که از راه همپرسی، خردمندی و آزمون ساختار یابد.